ضربه خطا اعلام بشه، خطا برای بازیکنان پرسپولیس. بلند به روی دروازه، مشت بهروان یه بار دیگه. حالا ببینیم دروازه باز میشه. بله، به هر ترتیب ممکن دروازه باز شد. حساب کار 1-0 به نفع پرسپولیس با ضربه غلامرضا رضایی. دقیقه 18 اگه خود باید حدسم بزنیم حالا کیفیت تصویر. یک بار دیگه ببینین چطور با پای چپ توپ رو اینگونه در اون دروازه جای داد غلامرضا رضایی. تا حساب کار خیلی زود روند بازی رو نشون میداد پیش بیفته. حسین ماهینی از سمت راست نفوذی رو انجام میده، خودش پا به توپ جلو میاد، همچنان ماهینی میفرسته به روی دروازه. ضربه سر اول رو مدافعین میزنن، مشت مهربان توپو دور میکنه. حالا در این سمت یه فرصت هست تا پورعمرانی توپ رو بفرسته به اون سمت. حرکتی که صابر محمدی انجام میده، در از توپ رو میفرستن، یه موقعیت برای پورعمرانی، خودش ضربه رو میزنه و توی دروازه، توی دروازه. حساب کار حامد پورعمرانی 1-1 مساوی میکنه. با رعایت اصل غافلگیری حساب کار 1-1 میشه. چقدر هم خوشحالن نیمکت نشینان تیم گهر درود. خب حق هم دارن این گونه باشه و همینطور این تماشاگرای خونگرم و البته خیلی مؤدب. اون سمت هم تماشاگران پرسپولیسی برای استقبالشون یه پلاکاردی آماده کردن که هر موقع بخش شد کارگردان محترم حتما نشون خواهد داد. حامد پورعمرانی است که حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه بار دیگه ببینیم حرکتی که انجام شد، قشنگ همه بازیکنان اون سمت متمایل بودند. یار مستقیم رو از پیش رو برمیداره و اینگونه توپ رو به تور دروازه میرسونه. خیلی راحت محمد نوری جا موند و نیلسون کوریا هم کاری از دستش بر نیومد. سجده شکر او به درگاه خداوند. و حالا ببینیم که ادامه بازی چه خواهد شد. همه در زمین پرسپولیس هستند. یه بار دیگه موقعیت، خمیسی توپو میزنه و توی دروازه، توی دروازه. مجید خمیسی حساب کار رو 2-1 میکنه. حالا یه پشتک باروی کامل رو هم به نشانه شادی خودش در ورزشگاه آزادی به نمایش میگذاره. 10 دقیقه از نیمه دوم گذشته، بازی 1-0 باخته رو 2-1 پیش افتادن گهری ها. آقای مایلی کوهن سابقه احساساتی شدن داره، اش تو چشاش هم جمع شده. خمیسی حساب کار رو 2-1 میکنه. یک بار دیگه ببینیم، یه لحظه بنگر، توپ رو به نوعی پاس داد مقابل او و او هم توپ رو دور از دستهای نیلسون کوریا. سرضرب خوب با شمع گلزنی بالا. حالا اگر واقعا قصدش این بود که چارچوب رو هدف بگیره، به هر حال تونست که این کار رو انجام میاد تا جای خودش رو با حمله میخداریان بده. بازیکنی که سابقه بازی در تیم تو داماش و راهن و زوباهن رو هم داشته، میخداریان میاد وارد زمین میشه. ضربه خطا هم برای پرسپولیس گرفته شده، باید زده بشه. مهرداد پولادی پشت توپ هست. تراکم و قوقایی است جلوی 6 قدم گهر. حالا پولادی میفرسته توپو به روی دروازه، یه فرصت و گل مساوی. توپ بله بله، کمک داور اشاره میکنه که گل پذیرفته شده. توپ از خط گذشته بود و فقط چرا اینقدر ناهماهنگ و این همه دیر؟ ما که از اینجا میدیدیم مشخص بود توپ از خط گذشته. همین تأخیر باعث ایجاد شبهه برای بازیکنان گهر میشه و اعتراضات اونا رو در پی داره. تصویر آهسته نشان خواهد داد که چه اتفاقی افتاد.
خب بازی آغاز شده. حالا یک بار دیگه فرصت هست که ببینیم این ضربه سر از بنگر و توپی که حدودا یک متر یک متر و نیمی تو دروازه بود از این زاویه مشخص بود چرا آقای بخشی زاده این همه تأخیر داشت. شاید میخواست حتما نظر کمکش رو بگیره، تاییدش رو برای عبور توپ از خط دروازه. هادی نوروزی حقیقی یه فرار از حسین ماهینی، غلامرضا رضایی میفرستن توپ رو. حقیقی در عرض فرصت برای مارکو پروویچ و توی دروازه، توی دروازه. یه گل تماشایی از بازیکن سربستانی تیم پرسپولیس در آخرین دقایق پرسپولیس رو به سه امتیاز ارزشمند این بازی نزدیک میکنه. پرسپولیس 3 گهر درود 2. مغلوب یک شوت ناگهانی و خوشحالی در جمع هواداران پرسپولیس. یک بار دیگه ببینیم توپ کاتداری که زوزه کشان به سمت دروازه مهربان اومد و نتونست کاری از پیش ببره. رضا حقیقی به مارکو پروویچ و او هم به این ترتیب به کنج دروازه گهر. مهار توپ خیلی سخت بود.